با سلام، آرزو هستم از وکالی آرزو. سلام شما نازنینان، بزرگواران، خانم آقایون مهربانی که بنده رو همیشه همراهی میکنین. امروز هم بستم خدمتتون با یک فال قهوه کلی بدون زمان و همراه تکنیت ورق. لطفا نیت کلیتون انجام بدین تا با نام خدای مهربون براتون ورق اول نیت بکنیم، ورق بکشم و بعد قهوه رو شروع بکنیم. بفرمایید. بسم الله. خانم آقایون بزرگوار، ممنون از تک تکتون، بابت حمایتتون، بابت کامنتایی که میذارین، بابت لایکایی که میکنین، بابت اینکه اصلا کانال رو ملاحظه میکنین و افتخار میدین که این کانال رو ملاحظه میکنین. از تک تکتون سپاسگزارم. انشاءالله که تک تکتون به مراد دلتون برسین و تک تکتون نیت هاتون برآورده بشه به امید خدا انشاءالله. خب نیت کردین؟ بسم الله. بریم ببینیم چه خبر هست. خبرهای خوب دارم، خبرهای بد دارم، اما واقعیت زندگی رو نمیشه کتمان کرد. هم خوب و باید گفت و هم بد. کلی براتون تعبیر میکنم. خب با خبر خوب شروع میکنم. قصه ازدواج داریم به سلامتی خواستگاری که به زودی در خونتون رو به صدا در میاره و انشالله که خواستگاری که میاد انشالله اگر خیلی روش اتفاقی که براتون رخ میده. من خواستگاری دارم براتون میبینم. ازدواج، محرمیت، ازدواج رو دارم براتون میبینم. خب یک سفر در پیش دارین، سفری که حالا شهر به شهر، یه از یه نقطه به یه نقطه رفتن، حالا پیرامون کارتون هستش، پیرامون عقد قرارداد کاری دارین حرکتی انجام میدین، یک سفر یا یک مسافرت تفریحی که در پیش دارین انشاءالله. هرچه هست دارم براتون دیدار و ملاقات دارم میبینم با کسی که دیداری میخواین تازه بکنین، چون مثبت و روشن افتاده پس قطعا دیدار و ملاقاتیه که براتون خوشاینده و شما از این دیدار و ملاقات احساس خوشحالی خواهید کرد. اما در کنارش براتون دارم یه اخبار بدی که به گوشتون میرسه و به همینطور میرسه، خبری که ناراحت کننده و متاثر کننده است، خبری که شما رو قطعا ناراحتتون میکنه. حالا دو راه یا ممکنه برای شما این خبر باشه که به همهتون بریزه، یا اینکه ممکنه خبری به گوشتون برسه که شما رو هم تحت تاثیر قرار بده و ناراحتتون کنه. خبر خوش مالی هم براتون دارم میبینم. منتظر پولی هستین از جای قرار به دستتون برسه، از کسب و کارتون، از جایی وامی داریم میگیریم، پولی قراره به دستتون برسه. چشم انتظار پول هستین، چشم انتظار یک مال هستین، پس به زودی منتظر باشین چون پولی به دستتون میرسه که باعث شادیتون میشه. خانم هایی که گذشته دار هستین براتون دارم ببینید، دو حالت میتونم تعبیر کنم. یا شما خودتون گذشته دار هستین، گذشته احساسی عاطفی دارین، جدایی کاتی درجون بیوه یا مطلقه هستی، و البته اگه میگم درجون از اون روی بیوه بودنتون هستش، یا اینکه خانمی که گذشته دار هستش داره اذیتتون میکنه، باعث ناراحتیتون میشه. به هر حال از این وضعیت، از این تنها بودن خلاص، ازدواج دارم براتون میبینم، رهایی از تنهایی رو دارم براتون میبینم و به زودی هم خواستگار در خونتون رو میزنه. دیگه چیزایی که میتونم براتون تعبیر بکنم، میتونه به واسطه شغل و کارتون دائما تو حرکت باشین، حالا اینم میتونه معنی بده. خب یه قراردادی رو دارین امضا میکنین، پیرامون حالی عهد، یه پیمان قراردادی که معامله‌ای دارین میکنین، خرید فروش هر آنچه هست، پیرامونش دارین یه عهد و پیمانی رو میبندین. عهد و پیمان بستن صحبت کاری دارم میکنم، قرارداد حالا کاری مالی که داره بسته میشه و روشن و سود براتون داره، نفع براتون داره، و از این عهد و پیمانی که میبندی یا قراردادی که امضا میکنی منفعت نصیبتون میشه یا مالی نصیبتون میشه انشاءالله. اما بریم برای قهوه‌مون. لطفا نیت کلی بکنیم تا فالمون رو با نام خدای مهربون برای قهوه‌مون رو شروع بکنیم. بفرمایید. بسم الله. فال قهوه کلی بدون زمان. هر زمان که اراده کردین دیدین انشاءالله فقط اتفاقات خوبش براتون رخ بده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. اول از همه با اینجا شروع کنیم چون فکر آقای رو خیلی درگیر دارم میبینم، آقایی که نیم رخشون دارم میبینم، بینی نسبتا درشتی برشون دارم میبینم، چشمش رو بسته و تمام فکر درگیری یک کفش پشت بلند یه خانومه، خانومی هم که داری بهش فکر میکنی بسیار مثبت و روشن هستش، شخص احساسی هست،
با کسی رابطه احساسی داری، محرمیتی هست، ازدواجی میخواد رخ بده، هر آنچه که هست، الانی که من دارم با شما صحبت میکنم یا الانی که شما در این فالو ملاحظه میکنی، آقای دادرم دارم چشماتو بسته، تمام فکر و ذکرت به یک خانمه که خانمی هستش که شدیدن فکرتون رو درگیر کرده به شخصیت بسیار مثبت و روشنی هم هستنیشو. از این طرف براتون دارم گل لاله دارم میبینم، فال هم بد داره هم خوب داره، پس فال قشنگی فال به این هستش که همه چیه فال گفته بشه. گل لاله، لاله همیشه نشان خبر بد یا اتفاق ناگوار یا دور از جون دست دادن کسی هستش. لاله، ولی لاله روشن میبینم، کسی که جانش را دست داده، کسی که دور از جون فوتی از دست دادن یک جان هستش، اما روشن دارم براتون میبینم. شاید پیرامون رسیدن به هدف جونش را دست داده، شاید فوتی که به نفعش بوده، شاید مریض بدحالی داشتین که فوتش به نفعش بوده، از دست دادنش برای خودش هم راحتی و آرامش داشته، ولی به هر حال هر آنچه هست مصیبت، ناراحتیه، از دست دادن یک عزیزه، روحشون شاد. خب اما اینو بهتون بگم که خیلی مهمه، زیر دسته، خیلی خوشحال و خندون و شاد دارم بهتون میبینم. بهتون پیرامون یه مشکل به حالت دو داریم میایم به سمت خونه خبر خوش بدیم به اعضای خانواده، ولی غافل از این که کسی به شما یه قول و وعده ای داره، شما رو خوشحال کرده، شادتون کرده، بهتون قول و وعده ای داده پیرامون حل یه مشکل. ببینین پیرامون خب شما رو خیلی شاد و خندون دارم میبینم، خانمی آقایی که سفید روشن، شخصیت مثبت، زود باور، کسی که باور کردین کسی بهتون قول و وعده داده براتون کاری میکنه، حرکتی میکنه، قدمی براتون برمیداری، هر آنچه که نیت شماست. اما کسی که به شما پشت سر شما هست، بینش خودتون ملاحظه کنید، قول و وعده بی ربط داده، کار نشدنی که براتون یا قادر به انجام همچین کاری نیست، یا یه وعده و قول و وعده بی ربط بهتون داده، کسی که اصلا همچین کاری رو نه میتونه انجام بده یا اصلا شدنی نیست، یک قول بی خود. پس خوشحالیتون کاذبه. نمیخوام بهتون بگم، میخوام بگم اخبار بد بدم، میخوام بگم حواستون رو جمع بکنید، دقت کنید حرفی که بهتون زده میشه، کی بهتون چی داره میگه، حرفی که زده شده به کذب داره میگه. بی خودی خوشحالی بی خود نکنید، چون بعدش قصه خواهید خورد. مشکل داریم میدونم، ولی کسی که بهتون قول و وعده داده این کاره نیست. خب از این طرف هم خب ببینید شخصیت مغروری، ببینید کسی که انگار زیر، حالا من نمیخوام کلمه رو عبارت رو به کار برم، ولی شخصیت که خودش قایم کرده در نهایت که دوستتون داره، ولی وانمود نمیخواد بکنه، دوست نمیخواد نشون بده، بروز نمیده، علاقه رو نشون نمیده، مغروره، خودخواهه، شخصیت خودخواه، خانوگه آقایی که دور نجونه تک تک شما بزرگواران، ولی لبش خندونه، میخوادتون، بهتون حس داره، بهتون علاقه داره، ولی از شدت غرور، فخر، مغروریتی که داره قایم کرده خودشو، یا اون حسش رو قایم کرده، نمیخواد اونو بیان بکنه. خب اما ادامه فایل، انشالله که خوباش براتون رخ بده. نهی به امید تو. خب ببینیم که احساستون چه خبره. خب اما اینجا رو خودتون نگاه بکنیم، آقایی رو دارم ببینم پیرامون قلب، راه احساسی که دارم براتون ببینم، آقایی که پیرامون یک راه احساسی، الان غمگین و تنها دارم ببینم، زندگی که سقفی که شکسته شده، آقایی که تنها دارم میبینم، یه کاتی، یه جدایی یا یه قطع یک ارتباط رو دارم میبینم، آقایی که پیرامون یه راه احساسی، الان در حال حاضر تنها هستی و خیلی هم تنها، سقفی که شکسته شده یا جدایی رخ داده، یک ارتباطی که به هم خورده و آقایی که خیلی به هم ریخته و غمگین و ناراحت دارم میبینمتون، نشانه که به زودی مشکلتون حل میشه. خب اگه از این طرف بخوایم نگاه بکنیم، زیر سقفی دارم میبینم، خانمی که از زیر یک سقف مشکل دار خلاصی و رهایی دارم برات میبینم، خانمی که پوست روشن، چشمان درشت، موهای قهوه‌ای دارم برات میبینم، زیر سقفی داری زندگی میکنی که توش مشکل داری، رهایی و خلاصی از این دایره زندگی رو دارم برات میبینم، آقایی هم که از زیر یک زندگی داره میره بیرون، آقای جوان، قد و قامت کشیده،
آقایی که تحت سلطه یک آقای بزرگتر از خودش هستش، آقای جوانی که حرف شنوی از یک آقای بزرگتر از خودش داره، برادر بزرگتر یا پدرشون، پیشونی نسبتا خلوت، موهای دور تا دور مو دارم میبینم، آقای میانسال به بالا، آقای جوانی که صورت کشیده ای داره، موهای قهوه ای داره، تعریش دارم برشون میبینم. ببینیم هر چی که ایشون بگن، پدرشون یا برادر بزرگشون بگن و به واسطه حرف شنوی که از ایشون دارن، دارن شما رو ترک میکنن یا رهاتون میکنن. ارتباطی که به واسطه ایشون داره ترک میشه. آقای که قدری عصبی و حالت اخمالو دارم میبینم ایشون، حالا یا دلایل موجهی دارم بنابرای هر دلیلی، به واسطه حرف شنوی که از ایشون دارن، حالا هرچه هست، به واسطه ایشون دارن از شما فاصله میگیرن. خب حواستون جمع کنین، تو دل زندگیتون شخصی هم آقایی داره به زندگیتون ورود میکنه، ولی خیلی رو حرفش حساب باز نکنین. آدمی که خیلی با شما شفاف یا آدم رو راستی نیست، ممکنه با صداقت وارد زندگیتون نشده باشه، یا تو محیط کارتون یا تو دوستیتون. خب پرواز، مهاجرت، رفتن، هر آنچه هست دارم براتون پرواز دارم میرم و کبوتری که داره پر میزنه، راهی میشین، راهی سفر میرین، اوج دارین میگیرین. اگه نیتتون سفر رفتن هستش، براتون سفر دارم میرم. خب پایی که دارم براتون میبینم که کسی داره براتون قدم برمیداره، شما را از این چشم انتظاری در میره و مشکل شما رو حل میکنه به واسطه گامی که براتون برمیداره، قدمی که براتون برمیداره و مشکل شما رو حل میکنه. خرید وسیله نقلیه دارم براتون میبینم، اگه نیتتون خرید وسیله نقلیه است براتون دارم میبینم که انشالله اتفاق براتون رو خواهد داد. چهره یک دلقک رو دارم براتون میبینم، شما میتونید به وضوح ببینید، موهاش رو ببینید، چشماش رو ببینید، بینیش رو ببینید، دهانش رو. کسی که تظاهر میکنه به خندیدن، کسی که تظاهر میکنه به شاد بودن، دل پر درد، دل پر رنج، ولی حفظ آبرو میکنه، حفظ ظاهر رو داره میکنه جلوی این اون، جلوی افراد فقط صرفا وانمود میکنه که خوشحاله، ولی دل پر دردی داره، تظاهر میکنه ولی غمگینه. خب گردنبندی که رشته رشته دارم براتون، پاره پاره دارم میبینم، رابطه‌ای که دائما توش قهر و آشتی دارم میبینم، حالا تو زندگی مشترک یا تو دوستیتون هستش، دائما با هم قهر و آشتی دارم براتون میبینم. از این طرف یک کلید یا یک سویچ دارم میبینم، کلید یا سویچ، یه گشایشیه توی کارتون انشالله که براتون رخ میده، یا اینکه سویچ باز دوباره نشانه خرید، حالا کلید خونه، سویچ ماشین، یه همچین چیزی، وسیله نقلیه یا خونه که کلیدش هر یک ماشینه، خونه یا وسیله نقلیه است، به هر حال گشایش و فرجی توی خونه، کار یا ماشین براتون رخ میده. خرید همچین وسیله رو دارم براتون میبینم. قلبی که براتون رخ میده، ازدواجی که دارم براتون میبینم، از یه مثلث عشقی به یک ازدواج میرسین، یعنی یه پروسه دردسرداری رو طی میکنین، انگار شخصی که شخصی رو دوست دارین که متأهله، ولی کاتی جدایی و محرمیتی که با شما سر میگیره، ازدواجی که بعد از یک کاتی و جدایی از یک زندگی مشترک جدا میشه، یعنی یه رابطه خلافه، یعنی همزمان که هم سر داره با کسی ارتباط داره، کاتی جدایی و ازدواج مجدد، ازدواج پرماجرا، ازدواجی که راه طولانی میره و به رویایی که براتون میرسه و برآورده میشه. رویاتون جدایی از یک شخص و رسیدن به شخص احساسیتون هستش و این اتفاق براتون رخ میده. خب اینجا هم براتون یه مهر روشن دارم میبینم، چیزی رو به ثبت و سند میرسونی، چیزی که براتون به سندیت پیدا میکنه، پیرامونش به محضرخونه یا دفترخونه میره. ببینید دلقکی که بهتون گفتم چه قضی با نقش باسه، عشقشو ببینید، چشمانی که داره عشق میریزه ولی تظاهر به خندیدن داره میکنه، لبخندی که روی لب دارم براش میبینم، تظاهر میکنه، دل پردرد. خب توی یک زندگی ورود خانمی که گوشواره، ببینید گوشواره است ولی حالت قلب دارم میدم، پیرامونی راه احساسی، خانمی که فقط پوشش، ببینید آقایی که به زندگیتون داره ورود میکنه، تو دل زندگیتون الان آقایی که الان حضور داره، قشنگ وسط دل زندگیتون آقایی رو دارم میبینم، آقایی که دقیقا کدر دارم میبینم، یا ایشون بیماری دارن، دقیقا سیاه و کدر هستم، یا سیگار استفاده میکنن، هر چه که هست سیاه، خیلی کدره، نمیتونم بگم یا آقایی سبزگونی دارم میبینم، نه، یا آقایی که کسالت بیماری دارن یا چیزی استفاده کنن، فرزند داری، خانمی که دوست داره ولی ببینی قلبش رو شکوندی و فاصله که بینتون، شکافی که بینتون داره ایجاد میشه، جدایی که رخ میده،
شکافی که بینتون ایجاد شده، فرزندی که پدرش رو خیلی دوست داره ولی به واسطه این کسالت و بیماری که داری، خانمی که بینش در بین شما و همسره داره فاصله میفته، شکافی که منتهی به ازدواج به جدایی میشه و تو این جدایی خانم میانسالی که طرف این خانم هستن، پوست روشن میانسال به بالا رو دروتون قرار میگیرن و باهاتون صحبت میکنن، با این آقا صحبت میکنن، تند صحبت میکنن و جدایی که رخ میده. فرزند داری، فرزندی که خیلی هم پدریه، حالا دختر یا پسر. خب و یه راه احساسی که منتهی به ازدواج میشه، پیرامون یه راه احساسی دارم براتون میبینم که منتهی به ازدواج میشه، دوستی به ازدواج تبدیل میشه یا اینکه خواستگاریه که میاد و دلباختی هم دیگه میشن و به ازدواج ختم میشه. انشالله چه خیلی رخ. خب یه آقای عصبانی دارم ببینم، فریاد زنان، آقایی که زیر یک سقفی دارم ببینم، عصبانی داره سر یه آقای آقا و خانمی فریاد میزنه، آقایی که جلوی خانم ایستاده و داره حالت که دستش جلوی صورت این خانم گرفته که خانم ناراحت نشه، آقایی خیلی خشمگین و عصبانی، ببینید چشمایی که اصلا از حلقه زده بیرون از شدت عصبانیت، آقایی که دهنش باز کرده و انگار هر چی که داره از دهنش میاد بیرون دارن میگن زیر سقفی خونه‌ای، و آقای جوانی که پوست روشن موی تیره داره، خانمی که پوست روشن موی خرمایی به سمت روشن، آقایی که جلو مثل سپر جلوی خانمش ایستاده و داره در مقابل عصبانیت و تندخویی که زیر یک سقفی داره انجام میشه به شدت داره مخالفت میکنه و ایستاده مثل سپر جلوی این آقا، آقایی که میانسال به بالا، صورت درشت و پرو، بسیار خشم میازش. ببینیم مهری که بالای سر خورده، خونه‌ای که مشکل داره، آقایی که شاید خواهان جدایی شماست یا خواهان به هم خوردن ارتباط شماست یا خواهان اینی که اصلا ارتباطی شکل نگیره، دوستی به هم بخوره، ولی آقایی که روبروی، آقای جوانی که روبروی ایستاده در مقابل ایشون و داره از خانمی داره طرفداری میکنه. خب خانمی که داره به دل یک زندگی ورود میکنه، خیلی حرف و حدیث باشه سرت میزنن تا تو این زندگی داری وارد میشی، ورود خانمی رو دارم میگم به دل یک زندگی، ولی خیلی حرف و حدیث هست، یا نمیخوان یا خواهان نداری، یعنی که افرادی که میخوای تو اون خونه ای که حاضر بشی افرادی هستن که با حضورت دارن مخالفت میکنن، تمایل به حضور توی اون زندگی ندارن، ولی شما وارد میشی به اون زندگی، ازدواجی که سر میگیره و یه به آرامش رسیدن یه آقایی رو دارم میدم. حالا آقایی که مثل ورزشکار هیکلی درشت، جوان هیکلی پر درشت بازاش رو ببینین، شخصی که به دل زندگیت ورود میکنه و شما رو به آرامش میرسونه، مثل یه رابطه احساسیه با شخصی که حس خوبی از حضورش میگیری، آقایی که جوان هیکلی درشت پر هیکل ورزشکار بالش سرت قلبه، شخصی هم که به سرت به زندگی داره وارد میشه، شخصی که داره باهاش احساس آرامش میکنی، وقتی باهاش هستی کنارشون هستین از بودن با ایشون احساس آرامش میکنی، ولی ایشونی که داره ورود کرده به زندگیت محرمیت دارم میبینم، داره بهت میچسبه، وصل میشه، یه نوعی محرمیت رو دارم میبینم. خب ظرفی که براتون دارم میبینم و زندگی رو دارین ترک میکنی، پیرامون کسب و کار کرد، درآمد، مال، پول، به دست آوردن روزی، رزق، روزی، راهی یک سفر داری میشین، سفری که برای کار و در آوردن پول دارم براتون میبینم، روشنه ها، ظرفی که انشالله پر از پول میشه براتون به امید خدا. خب پرچم سیاهی که دارم برافراشته دارم میبینم، ولی تو دل همین پرچم سیاه روشنی دارم براتون میبینم، علی‌رغم خطری که دارین یا ریسک یا خطر یا پیرامون یک مسیری که براتون مخاطر انگیز و خطره، ولی تو دلش روشنی و موفقیته، یعنی در مسیری داری قدم برمیداری که میدونین تو دل این مسیری که داری قدم برمیداری خطر داره، شاید اتفاقات ناگواری براتون، شاید که نه اتفاقات ناگواری همراه داره براتون، اما توش روشنی افتاده، یعنی به موفقیت میرسین علارغم خطر. و کوزه ای رو دارم میبینم، چند نفر دور رو برای این کوزه وایستادی، این کوزه ای که کدره فلنگار، مالی که ببینین دور اجون بلا از تک تکتون دور شه، شخصی که فوت کرده تو این پول مال شخصیه که ببینین توی این کوزه، شخصیه که مالیه که مربوط میشه انحصار و وراثت یا مال اینطوری هستش، کسی که فوت کرده و افراد متعددی که دور تا دورش خانم و آقایونی که همه کدر دارم میبینم، یعنی غمگین ناراحت، ولی مالی که از یک
فوت شخصی به دستتون میرسه. علی‌رغم این که ناراحت هستیم، ولی مالی که به دستتون میرسه. شاید البته که در افتاده ها زمان بره ها، ولی میرسه. خب بریم فرود میاییم با موفقیت و البته که ببینیم مثل یه چتری که باز شده و دارین شما فرود میاییم. فرود اومدنتون رو دارم ولی با احتیاط. مثل چتر. چتر شما رو با آرومی به زمین مینشونه. یعنی اینکه یهو نمیخورین زمین یا خطری تهدیدتون نمیکنه. اینو میخوام بگم. یعنی حرکتی دارین انجام میدین، قدمی دارین برمیدارین، ولی با آرامش به زمین میرسین یا با آرامش به اون نتیجه دلخواهتون میرسین. خطر هست، ببینید پرت شدن، از ارتفاع دارین میپرین پایین، میافتین، ولی افتادنی که آسیبی به شما نمیرسونه، خطری که برای شما آسیبی نداره. همچین چیزی رو براتون دارم میبینم. با آرومی میشینین، خطر نداره. خب و یه آقایی که آقای خانمی رو دارم میبینم که حالا یا عصا یه چیزی یا واکر یا عصای همچین چیزی رو به دستشون گرفتن، شخص مثبتی از دل زندگیتون دارن میرن بیرون. خانمی آقایی که سن و سالی ازشون گذشته، حالا واکر معمولاً توی راه رفتن مشکل دارن دیگه، عصا، یا شخصی که نیاز داره بهتون یه هشدار میده، روشن، مادر، پدر، کسی که روشن دارم ببینمشون، کسی که نیاز به پای سوم داره، کسی که نیاز به حمایت داره، کسی که باید کمکش بکنین تا بتونه از در زندگی بیرون بره. حالا پدر، مادر یا شخص مثبتیه، شخص روشنیه، قدم میخواد برداره، نمیتونه به تنهایی این کارو بکنه، نیاز به حمایت کسی داره، نیاز به کمک کسی داره، کسی بشه پای سومش، کسی بشه دستش رو بگیره، کسی کمکش بکنه تا بتونه از دل زندگی بیرون بره، ازدواج کنه، وارد بازار کار بشه، قدم مثبتی برداره، چون آدم بسیار مثبت و روشنیه. این هم میتونه بده، معنی بده. یا اینکه کلا شخصیتی مثل پدر یا مادرتون هستن داره بهتون نشان میده روشن حواستون رو جمع بکنین، دریابین پدر و مادری که نیاز به حمایت شما دارن. خب توی یک کف فنجون آقای جوانی رو خوشحال و خندون دارم میبینم. انشالله که همیشه همینطور شاد و خندون باشه. یک موفقیت به دست آوردی و یه چیزی تری انگار یا حالا نظری میدی، ببین نظر و نیازی کردی برای رسیدن به این موفقیتت و خوشحال و خندون دارم میدم میبینمتون. پس نظر و نیازتون انشالله حاجت روا میشین. آقای جوان، پوست روشن، چشمای گرد، سر پرموی رو برات دارم میدم، خیلی صورت چی میگم موی پری رو داری، یه ظرف نظری دستت گرفتی، یه پیاله، ظرف غذا، نظری، نظر و نیازی کردی برای رسیدن به یک موفقیت و موفقیتی که نصیبت میشه و فقط نظرت رو یادت نره لطفاً. و خب خانمی که پیراهن عروس باشکوهی به تن کردی، تنها بودی، برگ تنهایی که کناره دارم میرم، اما لباس عروس باشکوه، قلب خوشگلی که برات دارم میرم، یک ازدواج موفق، خوشبختی رو دارم برای خانمی جوان دارم میبینم، پوست روشن، موی قهوه‌ای، خرمایی روشن دارم برات میبینم، ازدواج موفق. خانم آقایون که قصد ازدواج دارین، ازدواج موفق، خوشبخت و عاقبت به خیر بشین. لباس عروسی که پهن کردی. خب یه مثلث عشقی هم گوشه افتاده و یه مثلث عشقی که براتون دارم ببینم، ولی مثلث عشقی که درد سر سازه براتون یا براتون ایجاد درد سر خواهد کرد. یعنی یا دوتاتون متعهلین، هر دو نفری که با هم ارتباط دارین، یا یکیتون پا گذاشته تو زندگی یک شخص متعهل، درد سر دارم براتون میبینم. هشدار. خب یه راه دادگاه و قانون هم دارم براتون میبینم و راه قانونی که شما دارین پولی رو میگیرین، شما دارین در ازای راه قانونی که برو بیا دارین میکنین پولی رو دریافت میکنین، مالی که به دستتون میرسه. حالا کسی بهتون ضرری زده، زیانی زده، پیرامون راه دادگاه و قانون، هرچست مالی که از دادگاه و قانون میگیرین، از اون کانال پولی که به دستتون میرسه انشالله. انشالله چی؟ خیره. خب
رزق و روزی. خودتون شاخه گندم رو ببینید، مال، پول، برکت رو دارم براتون میبینم. انشالله که رزق و روزی که زیر دست هست، شاید خیلی زمان نبره، یک تایم کوتاه، ولی انشالله که به دستتون، مالی به دستتون میرسه و خوشحالتون میکنه. خب ببینید، یه قفل بسته دارم براتون میبینم و خانمی که قلب شکسته دارم میبینم، کسی که برات و بالای سرت هم قلب روشن. حالا کسی که راه احساس، برای راه احساسی شما کاری کرده، راه احساسی شما رو بسته، اما زهی خیال باطل، فکر کرده که این کار رو برات کرده. کسی که فکر کرده که راه احساسی شما بسته شده و شما تحت این شرایطی راه احساسی خانم باز نمیشه، سخت در اشتباهه. بالای سرت قلب روشن و چتری که دارم برات میبینم، کسی که شما رو مورد حمایت قرار میده، احساسی هم مالی هم احساسی، قفل بسته که باز میشه، کسی که برات مانع تو راه ایجاد کرده، کسی که برات بستگی ایجاد کرده. بستگی که میگم یعنی راه ازدواجتو سد کرده، نمیخواد ازدواج کنی یا برای راه احساسی مانع تراشی میکنه. ولی من راه احساسی خوشگل قشنگ روشنی بالای سرت دارم میبینم، از این قلب شکسته بیرون میای، قلب روشنی که بالای سرت نقش میبنده، کسی که شما رو تحت حمایت خودش قرار میده، چتر بسیار روشنی که دارم میبینم. خب یک هدریو مارم دارم براتون میبینم، ولی روشنایی که تو دل این سیاهی دارم براتون میبینم، در نهایت ناامیدی و ناباوری، اتفاق قشنگی که براتون رخ میده، روزنه روشنی که دارم براتون میبینم، به نشانه این هستش که اتفاق قشنگی که براتون در نهایت ناامیدی رخ خواهد داد. انشالله شخصی که اینجا زانوی غم به بغل زدی، تکیه دادی، زانو تو بغل کردی و غمگین دارم میبینم، بالای سر ترازو میبینم، پیرامون راه قانون و راه دادگاه، خودتو نگاه کنی، خانم یا آقایی که کدر و سیاه دارم میبینم اتون، سیاه یا سیاه پوشین یا غمگین از یک راه قانونی زیر یک ترازوی نشستین، ولی خودتو نگاه بکنین ترازو و هفتو ببینین، هفت موفقیت پیرامون راه قانون و دادگاه. اگر اینقدر شما ناامید هستین، موفقیت که نصیبتون میشه، موفقیت که نصیب شما خواهد شد انشالله، پیرامون راه قانون و دادگاهی. و حواستون رو خیلی جمع بکنی، شخصی رو دارم براتون میبینم، شخصی که چشمای درشتی داره، تو فکر افکار پلید داره یا رویاهای شما رو میخواد نقش براب کنه. دقت کنی، حالت دزدکی داره به سمتتون راهی میشه، داره به سمتتون میاد، قدم بر میداره. من دور از جون آقایین محترم، ایشون رو آقا دارم میبینم، آقایی که رویایی که تو سرش داره یا فکرای پلید داره، هدفش این نیستش که به شما سودی برسه یا کمکت بکنه، نقشه های پلیدی داره. حواستون رو لطفا جمع بکنی، آقایی که به دل زندگیتون داره ورود میکنه، دوستی یا ازدواج، کلا مشخصه شخصیت خیلی کدریه. فقط کافیه قدری حواستون رو جمع بکنین و هوشمندانه برین جلو، سری احساسی بله نگین، دوستی یا ازدواج. و خب یه بگو مگو دارم براتون میبینم، ولی توی جشن شادی آشتی صورت میگیره، یه دعوا، یه بگو مگوه، یا توی مراسم شادی بگو مگو میشه، یه دعوا میشه، یا دعوایی که توی مراسم شادی تبدیل به آشتی میشه، بطری شادی افتاده و یه دعوا. حالا میتونه خانمی که داره اشک میریزه، توی شادی دعوا میشه، توی یک مراسم میهمانی، دوره همی، جشن، شادی، یه بگو مگوی میشه و خانمی که داره اشک میریزی، خانمی که پوست روشن، یا یه مراسم شادی تو داره به هم میخوره، شادی خواستگاری و نامزدی و عقد و مراسمی که توش دعوا میشه و مراسمی که کلا به هم میخوره، یا قول و وعده ازدواجی بوده، پیرامونی عهد و پیمون شادی، کسی که زیر همه چی زده و همه چی رو به هم زده، خانمی که پوست روشن، موهای قهوه‌ای تقریبا دارم ببینم، تاج به سر زدی، به نشانه ازدواج، موفقیت، عزت، جلال، بزرگی، بخت، اقبال، ولی اشکی داری میریزی، شادی که به هم میخوره، ازدواجی که به هم میخوره، کسی که بله، آقایی که داره پشت میکنه بهتون، راه احساسی، کسی، آقایی که انگار انصراف میده، منصرف میشه از یک ازدواج، به هم میخوره، مراسم شادی که به هم میخوره، و خانمی که داره اشک میریزی، قول و وعده ازدواجی که به هم میخوره. خب یه فرزند دارم براتون میبینم، فرزندی که ببینین، خانمی که چشم دوخته به یک فرزند، فرزندی که
از شما فاصله داره، راه دورین ولی فکرتون پیش فرزندتونه، یا یک ازدواجی انجام دادین ولی تمام حواستون هنوز به فرزندتونه. فرزندی از قبل داشتین، یک ازدواج مجدد انجام دادین و شما راهی یک، یا بوده مسافت یعنی جدایی و فرزندی که الان پیش شما نیست، یا اینکه اصلا کلن ازدواج مجددی انجام دادین و الان اصلا تو اون شهر یا اون کشور حضور ندارین ولی تمام حواستون پیش فرزندتونه، هم غم و نگرانیتون از بابت فرزندتونه. خب یه راه دریایی دارم براتون ببینم، سفری که حالا با کشتی قایق یا جایی میرین که تو اونجا کشتی قایق دریا براتون داره. خب درخشش و درخشیدن رو دارم براتون ببینم، مطرح شدنتون رو دارم ببینم، مشخص شدن، شما به چشم میایین، مطرح میشین، حالا یک نفر یا یک جمعی حرفتون نتیجه میده، جواب میده و شما مطرح میشین، مشخص میشین، همچون چیز. و خب یه موفقیت هم به دست میارین ولی موفقیت ورزشی، هنری، هرچه هست، روی سکوی قرار میگیرین ولی سکوی که شادتون نمی کنه، موفقیتی که خیلی شادتون نمی کنه، موفقین به اون چیزی که میخوایی رسیدین ولی شادتون نکرده، حالا تحصیلی، شغلی، ورزشی، هرچه هست، روی سکوی که شما حالا چیزی رو به دست گرفتین و موفقیت یعنی تلاشی کردین و به چیزی رسیدین که نتیجه دلخواهتون بوده، اما خوشحال نیستین، شاد نیستین، چی باعث این هستش که شما شادی رو براتون نمیاره علی‌رغم موفقیتتون؟ خب خانمی که گذشته دار هستی، به دلی یک زندگی ورود داری میکنی، خانمی که گذشته دار، چشمایی دروش و عینکی دارم براتون میبینم و به دل یک زندگی داری ورود میکنی، آقایی که داره از ورود شما استقبال داره میکنه، آقایی که از خودش یک سقف داره، خونه یا محل کاری که مربوط به خودشه، یا شخصی که تو یک جایی شاغله و میدونین که درآمد خوبی داره، از نظر مالی دیگه شما به آرامش مالی میرسید. خب توی یک راهی دارین قدم برمیدارین ولی چقدر توی چند راهی قرار میگیرین؟ دو راهی نه، چند راهی. توی یک مسیر راه روشن دارم براتون میرم، مسیر روشنه، راه روشنه، پیچ در پیچ دارم براتون میبینم، ولی ببینین یه دو راهی اینجا، یه دو راهی، یعنی انگار از یه دو راهی رد میشی، از یه سردرگمی که خلاص میشه انگار دوباره به یه سردرگمی دیگه میرسین، ولی هر چه که از هر دو رو مثبت ببینم، یعنی از دومی هم عبور میکنین. تو مسیری که داری میرین، راههایی که سر راهتون قرار میگیره شما رو غافلگیر میکنه، نمیدونین چه تصمیم باید بگیرین، ولی هر جفتش رو شما با موفقیت پشت سر میذارین و به جا و مسیر و مقصد نهایی مثبت خودتون میرسین. خب یه دعوا بگو مگویی هم دارم میبینم، حالا شخصی که حالت همچه حالت خشمی داره، مشت تو صورت کسی همچه حالتی داره میزنه، تو دهنی به کسی داره میزنه، خانمی هم وایساده از دور داره نگاه میکنه، کدر دارم میبینم، آقای خانمی که ببینید تو صورت شخصی داریم میزنین، یه تو دهنی به کسی داره میزنین، فرزن و خانمی که وایسادن دارن نگاه میکنن، حاضرن، افرادی حضور دارن و شخصی که داره میزنه حرف بی ربطی زده شده، کسی که داره جوابشو میبینه، پاسخشو داره میگیره بابت بی ربط گویش. و اینم از فال امروز، انشالله که جواب نیتاتون رو گرفته باشین. و توی چهاردیواری خونتون یه مشکل دارم براتون میرم، انشالله که از این مشکل خلاصی و رهایی داشته باشین، به امید خدا، توکل به خدا، انشالله که همیشه همتون به آرامش برسین، انشالله که یه ازدواج هم در راه دارین، ازدواج موفقیت آمیز، روشن 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 دارم براتون میرم، به زودی ازدواج خودتون، یکی از نزدیکانتون به زودی خبرش به گوشتون میرسه، انشالله که به مراد دلتون برسین، انشالله که به آرامش برسین، انشالله هر آنچه که خواسته قلبی شماست براتون برآورده بشه. با آرزوی بهترین ها با شما باهاتون خدافظی میکنم، تا دیداری بعد، خدا نگهدار، فالکرده آرزو.